زندگی خودت چگونه پیش ببریم و ما چی کسی آب میدهد؟ شب شده از دوباره آسمان پر ستاره، شب سیاه داریم. اتحاد چهار مغز سال 2018 با یک کتابخانه سیار به هدفی که بتانه فرهنگ کتابخانی و تفکر انتقادی را بین طفلا رشد بده آغاز کرد و فعلا ما 5 کتابخانه سیار داریم که در نقاط مختلف و شاگردان و اطفال نقاط مختلف شهر کابل خدمات ارائه میکنه، خدمات آموزشی و کتابخانه‌ای ارائه میکنه. در این حال که ما برای اطفال جاده ها خدمات ارائه میکنیم، ما تفاهمنامه همکاری با وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی داریم که به اساس از او ما را اجازه میتن که به شاگردان مکاتب در نواحی مختلف شهر کابل رفته و به شاگردان پرورشگاه خصوصی و دولتی هم از خدمات ما مستفید شود. و در قسمت حمایت مالی من به افتخار اعلان کرده میتونم که چهار مغز اکثریت کتابخانه‌اش توسط سپانسرهای داخلی حمایت میشه، از جمله دانشگاه کاردان، بانک بین‌المللی افغانستان و شرکت نتلینکس ما رو به چندین سال حمایت کردن. و بعض قسمت‌های کابل است که ما نمیتونیم با میلی بس‌های کلان ما به اطفال اونجا برسیم. ما پلان داریم با ایجاد کتابخانه‌های کوچک داخل موترهای خود یا داخل رکشای خورد به او اطفال هم رسیدگی کنیم و در صورت که ما بودجه کافی داشته باشیم و فرصت توسعه به ما مساعد باشه، ما حتما میخواییم به ولایت هم فعالیت های ما را توسعه بخشیم. در قسمت مشکل امنیتی، نهاد چهار مغز یک نهاد است که غیر سیاسی و در بخش آموزش پرورش بر اطفال کار میکنه. مردم های محل همیشه با ما بسیار همکاری میکنن، ما با شورای مختلف مردم ها در تماس هستیم و حمایت مردمی را با خود داریم. تا حال فضل خدا در جریان چندین سال کار ما با هیچ حادثه کوچک یا بزرگ مواجه نشدیم و من خوش هستم که یک بار دیگه چهار مغز بعد از توقف چند ماه تانست جواز خود از دولت جدید افغانستان به دست بیاره و دستاورد مهم موضوعی است که ما تانست اضافه تر از 60% کارمندای ما و کتابدارای ما طبقه و ناس است و دولت اجازه داده به ما که تمام کارکنای خانم دوباره به وظیفه خود برگردن و هر کتابخانه ما در یک روز به طور اوسط اضافه تر از 100 طفل می آید و در مجموع با 5 کتابخانه می توانیم به اضافه تر از 500 طفل برسیم. چقدر در اینجا برات قصه را یاد دادن؟ زیاد. زیاد؟ رفیق خوارخونده پیدا کرده؟ بله، اینی دوتا خوارخونده است. کتونو اونو کتون بوده خوارخونده بلا خونده چرچه پتولا خونده خوارخونده را خواب بوده کالاشت ببا بوده اونم ببا اونم ببا مرکر میبره خونه چه قرده به دان آمد لحظه به جان آمد. چقدر دوست داری که این موتر بیای و تو به این جمعای دوستای قصه کنی؟ زیاد خوش دارم. اینجا چی را یاد گرفتی؟ این امیره که گفتم کدام گیما، کدام بازیار یاد گرفتی؟ دوستایی تا چقدر پیدا کردی به اینجا؟ سال جد دوستایم از زیاد پیدا کردی، سال جد زیاد گیما را یاد گرفتیم. سال زنیم هر روز تو جبیم زیاد برنامه دلاوی بسیار، برنامه بسیار خوبش جد تحجلیل می باشیم. ایجا ما هر چیز یاد می گیریم و ایجا کتاباش بسیار قصه خوبی داره و ما دیده ایجا بیایم یک چند روز که در چند موقع این موتر که نامده بود ما زیاد دلم اقا یاد نکردم این موتر چی وقت میایم ما بیایم قصه‌هایش بخوانم هر چی بخوانم. همه استاداش چقدر عادت کردی؟ همه استاداش زیاد عادت کردی. من دقیقا یک سال میشه که اینجا کار میکنم و همیشه میخواستم همه اطفال کار کنم. بسیار خوشم هستم که هر روز میبینمشان
و در بس کتابای ارقم کتابا داریم، مثل کتابایی که به صنف اول است، از صنف اول تا به صنف پنج یک رقم کتابا داریم، بخاطر که هر طفل باید به اساس امو لول که میفهمه امو قسم کتاب داشته باشه. و کتابای رنگارنگ داریم، هم اسلامی، هم ساینسی، هم کتابای قصه. چیار کمبود کم است که میخواییم ما تکمیل شدیم؟ کمبود اساسی ما کمبود کتاب بود که دفتر ما همیشه کمک میکنه، به ما کتابای نو میاره. و در زمستان مثلا وقتی که هوا سرد میباشه، کمبود بخاری میباشه که دفتر ما کمک کردن با ایرام آوردن. کمبود خاصی نداریم، فقط زیاد خوش هستیم از دفتر ما که همیشه به ما چیزها را میاره و چیزهایی که ضرورت داریم همیشه داریم. این مدتی که معمولا کیا برسان تماس گرفتن، شما چقدر دلتنگی بودین که دوباره بتونین بازیتان بر بگردیم؟ مدت که کار نمیکردیم، زیادتر کسایی که در تماس بودن، اطفال بودن، همیشه میخواستن که دوباره بس شروع شد و بیاین و دوباره ایجا کتاب بخوانن، قصه بخوانن و به فعالیتهایشان برگردن. و وقتی که بس دوباره شروع شد کارش، از ما که اطفال زیاد خوش بودن و بسیار خوش شدن که دوباره میتونن در یک فضای بیاین که میتونن افکار خود بگوین بدون کدام مشکلی، بتونن حرفی که دارن بگوین، انتقاد اگر دارن، پیشنهاد دارن، امور را بگوین. اولی روزی که کار خود را چهار مغز شروع کردم، چون از همون ابتدا زیاد علاقه و تفلاح داشتم، وقتی داخل محیط کاری شدم بسیار هیجان‌زده بودم. اولین باری که رفتیم، اولین سایه که بوده در مکتب سید الناصری بوده، اوجا چون پیش مکتب میریم بیشترین تفلاهم را بر ما مراجعه میکن، تقریبا هر ساعتی که میریم بیشتر از 100 تفل موتر مراجعه میکنن. ما مو دخترای بودن از مکتب وقتی رخصت میشدن، ما براتون یادآوری کنم چهار مغز جایی است که ما بسیار خود راحت احساس میکنیم. وقتی طفلا داخل بس میشن، هیچ احساس نمیکنن که همراه استاد مخاطب باشن، همراه یک بسیار مشکل که مثل یک فامیل باشن صحبت میکنن. چون در افغانستان قسمی که هست زیادتر وقت به اطفال اجازه صحبت داده نمیشه، یا وقتی هم صحبت میکنن میگن تو گپ نزن چون خورد هستی، واسه زیاد سال به صلاحیتش میشن. ما او قسم نمیخوایم جای باشه. وقتی اطفال گپ میزنن، ما بسیار به احترام طرفشان میمیم، کوشش میکنیم نظریاتشان در وقت بگیریم. اون قسمی که میبینید بیشترین رسامی ها از خودشان هست، به خاطر از اینکه تشویق شود کار دست خودشان میباشن، در بس بند میکنیم. هر باری که میان بر ما یک تحفه میارن، بیشتر وقت دست خالی نمیان، یا کار دستی میارن یا رسامی میارن، یا زیادتر زیاد علاقمند از کتابایی را که خانه ما اینجا میخوانیم، میگن ما باید کتابا را برای خانه ببریم. اما چون اجازه نداریم خانه بردن میتونیم، اما با بسیار عاشق چهار مغز هستن، خصوصا بخصوص عاشق نامش هستن. وقتی نامشان بشنون هیجانی میشن. در سر تحولات اخیری که در افغانستان آمد، تقریبا ما بیشتر از 3 ماه نتانستیم فعالیت کنیم. دیروز افتتاح داشتیم، بسیار طفلا زیاد مراجعه کردن. هر کدامش همین که وقتی طرف ما با یک عشق میدیدن، دوباره امید به زندگی بیشتر میشد. واقعا احساس میکردیم که ما چقدر برشان مهم هستیم. در جریان 3 ماه فامیلاشان همراه ما بسیار در سوشال میدیا بود که چرا نمیتونه چهار مغز فعالیت کرده، میتونه نمیتونه، اما خوشبختانه دوباره فعالیت کردیم، در خدمتشان آمدیم. و طفلا بسیار همراه ما عادی هستن، فکر کنم مثل خواهر و برادر هستیم. میتونیم بعضهایش همراه ما مشکلات خود شریک میسازن، بسیار راحت از درباره آرزوهایش خودشان میگن. اما آرزوی همهشان صلح افغانستان است، صلحی است که بخواین روزی بتونن با مو چیزهایی که میخوان برسن. چون یکان روزهایی که برای به ضرورت منه میتونم به کار آسر شم، تمام اون شواس می طرف می باشم. چون امروی بیشتر بسیار عادت کردیم، فکر میکنم که چی میکنن در داخل بس، چی کارها را انجام میتن، آیا مرایات زیاد میکنن نمیکنن. کل فکرم تمام روز تا که ختم کاری میشه، باز کمی آرامتر میشم. روزی که نمیاد احساس میکنم یک چیزی را گم کردیم. آرزوی بزرگ چی است؟ میخوایی که چهار مغز در سراسر افغانستان فعالیت داشته باشه؟ بله، میخوام بیشتر فعالیت کنم، به اطفال زیادتر رسیده کنیم، چون مشکلات مالی است ما نمیتونیم به بسیاری جاها رسیده کنیم. میخوام به همراه هم اطفال و دوباره به جای چهار مغز بیشتر فعالیت داشته باشد، به سطحی باشه که در طول روز بتانیم به بیشتر از هزارها طفل رسیدگی کرده بکنیم، از ما مستفید شوند، از قصه هایی که ما برشان میگیم، از کتابایی که در داخل بس داریم. همیشه وقت
نام ما در ذهنشان مثل یک خاطره، مثل یک یادگار باشه و فعالیت های ما تنها به یک دهنه بلکه برای همیشه در افغانستان باقی بمانه. ما حدود یک سال میشه که در اینجا میایم و درس میخوانم. هر روز که میایم همی 6 یا 7 کتاب میخوانم. همی زیادتر کتاب ها همی 3 کتابی که خوش دارم. اولش موش شجاع، دومش هم کتاب پنری، دیگرش هم همی بچینی.